سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی ما. یکی از شرط‌های مهم برای حضور در آکادمی اسکار اکران فیلم به صورت عمومیه که البته امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا آکادمی اسکار علاوه بر اکران فیزیکی اکران آنلاین رو هم قبول کرده. اما با این حال هنوز مشخص نیست کدوم فیلم ایرانی نماینده ایران در اسکار 2021 خواهد بود. در این برنامه می‌خواهیم سه فیلم که بیشترین شانس برای حضور در آکادمی اسکار 2021 رو دارن به شما عزیزان معرفی کنیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید خوشحال میشیم دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن علامت زنگوله از برنامه‌های جدید ما مطلع بشید و خوشحال میشیم در کامنت ها برای ما بنویسید به نظر شما کدوم فیلم از ایران شانس حضور در آکادمی اسکار 2021 رو خواهد داشت. فیلم خورشید. فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی دارای سیمرغ بلورین در دو بخش بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه از جشنواره فجر 1398 و برنده شیر طلایی از جشنواره فیلم ونیز 2020 می باشد. درخشش این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم ونیز حدس و گمانها رو برای انتخاب این فیلم در آکادمی اسکار 2021 زیاد کرده. میشه گفت با کسب نقدهای مثبت از منتقدان خارجی و جوایز متعدد در یک سال اخیر بیشترین شانس رو برای حضور در آکادمی اسکار داره. باید به این نکته هم اشاره کرد که مجید مجیدی قبلاً هم با فیلم بچه‌های آسمان به جمع 5 نامزد نهایی فیلم‌های خارجی زبان آکادمی اسکار راه پیدا کرده بود. فیلم شنای پروانه. فیلم شنای پروانه به کارگردانی محمد کار دارای سیمرغ بلورین در 6 بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین تدوین، بهترین صداگذاری، بهترین صدابرداری و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران از جشنواره فیلم فجر یکی از عجیب ترین و در عین حال جذاب ترین فیلم های یک سال اخیر ایرانه. این فیلم در جشنواره فجر پارسال در 14 بخش نامزد دریافت سیمرغ شد و در نهایت 6 سیمرغ از این جشنواره دریافت کرد. این فیلم هم اکنون به صورت آنلاین در سراسر کشور اکران شده و جالبتر این که رکورد فروش آنلاین رو هم داره. روی کاغذ احتمال انتخاب فیلم شنای پروانه برای اسکار بسیار بالاست، اما با توجه به موضوع فیلم و البته حضور رقبای سرسخت بعید به نظر میرسه هیئت انتخاب این فیلم رو به آکادمی بفرستن. فیلم درخت گردو. فیلم درخت گردو به کارگردانی محمد حسین مهدویان دارای سیمرغ بلورین در 2 بخش بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد. این فیلم به داستان بمباران شیمیایی سردشت پرداخته. اگرچه این فیلم تا این لحظه به صورت فیزیکی یا آنلاین اکران نشده، اما یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای معرفی به آکادمی اسکار 2021 محسوب میشه. محمد حسین مهدویان مهمترین دلیل استفاده از پیمان معادی در این فیلم رو وجهه جهانی این بازیگر دونسته، چرا که اون از مدت‌ها قبل به فکر اکران جهانی این فیلم بود. با توجه به موضوع فیلم و هنرنمایی بازیگرانی مثل پیمان معادی و مهران مدیری به نظر میرسه احتمال زیادی برای انتخاب این فیلم هم برای اسکار 2021 وجود داشته باشه. به نظر شما کدوم فیلم نماینده ایران در اسکار 2021 خواهد بود؟ و غیر از این سه فیلم به نظر شما چه فیلم دیگه ای شانس حضور در آکادمی اسکار 2021 رو خواهد داشت؟ خوشحال میشیم نظرات خودتون رو در کامنت ها برای ما بنویسید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. اگر از سبک برنامه های ما خوشتون میاد میتونید یکی از 4 ویدیو نشون داده شده در تصویر رو انتخاب کرده و خوشحال میشیم در ادامه هم با ما همراه باشید. آرزو میکنیم همه ی لحظه هاتون سرشار باشه از عشق، آرامش و سلامتی.